بزن این آبیش هم اینو هست. اینو میگی؟ آره این آره. بابا این که 17 من دارم 18 شو میگم. هیولا دیوونه میشی. چون زرت ایرمک داره 70-80 تایی میره. برو دو. اصلا دنده پشت فرمون اذیتت میکنه. عمو میگه چند تا ماشین قاچاق گرفتم میخوام با قلتک ازش رد شم. برای چی؟ خیلی ناراحتشون. منم ناراحتم. خب ما چقدر حسرت به دل بمونیم نتونیم اینا رو سوار شیم. ای بابا. والا به خدا واقعا تا کی؟ میدادم به ما دیگه. نه بابا. جانم. مامانی آره دیگه میگم اینو میدادن به ما علیکی واسه چی لش میکردن میدادن به ما باش استفاده میکردیم میگم شما تو کار ماشینین ها من میخوام یه ماشین شاسی بلند بگیرم چی بگیرم بهتر پول شاسی بلند داری موقع با اتوبوس رفت آمد میکنی علیکی نگو نخند میخندین مسخره میکنین علیکی آدم ها رو آره مسخره میکنین اینو نگاه کن، اینو نگاه کن، این توش پره پوله، آره اگه ببینیم من دارم با اوتوبوس این ور اون ور میرم فقط به خاطر آلودگی هواست میگن این خودرو سگ سرنشینا رو نیاریم بیرون ولی من این خودرو دارم تو خونه الان پارکه واسه خودش نمیفهمین که میفهمین؟ نه نمیفهمین اون آدمی که این آب هویج میخوره، دیگه آب نمیخوره؟ چرا میخوره؟ اونی که مثلا خارج میره دیگه مثلا شمال نمیره چرا شمال نمیره اون آدمی که کت شلوار پاستونی تنش میکنه دیگه پیژامه تنش نمیکنه چرا با زیر شلواری میره میخوابه با پاستونی که نمیره که نخند آقا میگن نم چه مسخره میکنی نیشه تو ببند آقا بنازی مسخره بکنین آدم ها رو از رو ساهرشون قضاوت میکنین آره اگه به جایی که اینجوری هی نیشتون رو باز بکنین بخندین مردم از رو ظاهرشون قضاوت بکنین سرتون تو کار خودتون بود به جنگ این مجله رو نگاه بکنین ماشین های کاغذی رو توش نگاه بکنین الان مثلا من میتونستین ماشین شاسی بلند بخندیم خیلی بی خاصیتیم بیان خاک تو اون سرتون خاک تو سرتون راجون بابا چی میگه آقای راننده نگردار من پیاده میشم بشین بینیم ما بابا تاکسی من یه عرضه دلت خواست پیاده شیم بشین به دست با من نزدیم ببین تو عود دوهی چما عقبی سلام روز بخیر قربان شما ببخشید خانم مهربانی تشریف دارن بله تشریف دارن حیات پشتی هستن بفرمایید متشکرم یکی از اینو داشتم آقا یه لحظه یه عکس از من میگیری دست درد کن یه لحظه کن بله گرفتی؟ بله خوبه؟ بله خیلی خوش دست درد کن خیلی ممنون ببینم آقا عالی شو دست درد کن بس اوه 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 میخوام پیاده شم نخشو شما تو ماشین بودی؟ بله چیکار میکردی؟ خواب بودم صندلی بده جلو پیاده شم صندلی خب از همونجا پیاده آه از این دوتایی هست بخشی من بلد نیستم پیاده شید من صندلی میدم جلو پیاده میشم باشی بخشی بفهم
حسامش. خب این یکی از آخرین ماشینای شاسی بلندمه که میخوام بفروشمش. تازه خریدم، اما خب دیگه ما کار خرید و فروشیم و اینا، ازش اومدم خدافظی بکنم. ماشین شاسی بلند برای آدمای قد بلند. چی دارم میگم آخه، من تمام زندگیمو بفروشم، کلیام هم بفروشم، نمیتونم یه چراغ اینو بخرم. من قول بهت میدم یه مایه‌ای داره، شک نکن این مایه داره. میگم داره، یه چیزی داره. الان اینجوری بره سمت ماشین‌های ارزون که نیست که، همه گرون قیمتن. اینم نه من اومد کجا بودی؟ کجاست؟ همین الان اونم اونقدر بلنده رفت تو. جانم آقا بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباش. قربان. آقا بخشید ماشین چند؟ قابل شماره نداره. قربون شما. 2014 450 تومان. 450. بله. اون چند؟ 2011 750 تومان. 750 تومان پایین‌تره اما بالاتر. بله. اون یکی چند؟ 2013 780 تومان. 780 میلیون تومان. بله. بله. خب اینا تخفیف هم داره؟ نه عزیزم، تخفیف نداره. تخفیف نداره؟ نداره. یه ذره قابل دقل همه چی تخفیف داره، یه تخفیف به ما بده. نفهمید، مزاحم نشو. آقا یعنی چی؟ یعنی الان به قیافه من نمیخوره که من اومدم ماشین بخرم؟ نه عزیزم. یعنی داری تحقیرم میکنی؟ یعنی واقعا نمیخوره به هیکل من؟ نه عزیزم، نمیخوره. نمیخوره؟ آفرین، دقیقاً درست گفتی، نمیخوره. چون من نیومدم ماشین بخرم. من اومدم حقیقتش اینو یه شب اجاره کنم. شب چند؟ بفهم آقا، اذیت نکن. بفهم. آها، میخوام اجاره کنم. میگم خب شبی چند؟ شما یه قیمت به من بده ای بابا. من توی زندگی قبلیم خیلی سختی کشیدم. دلم نمیخواد دوباره تکرار شه. واسه همینم هستش که باید مطمئن بشم. خب صداقت هم برام خیلی مهمه. اصلا دلم نمیخواد وارد زندگی مردی بشم که همه فکر و ذکرش تر و خوش کردن بچه‌شه. راستی شنیدم خیلی شیطونه. ولی اصلا نگران نباشید، من متد خاص خودم رو توی تربیت کردن بچه دارم، خودم درستش میکنم. البته بچه‌های الان که حرف فالشون نمیشه آقا، همش سرشون توی گوشی و تبلت و موبایل و اینجور چیزاست. یه لحظه خانم اگه اجازه بدیم. الو. بله. نیما؟ واقعا؟ باشه چشم، میام خدمتتون الان. عمه خانم پاشو. چی شده؟ بس که نیما دوباره داستان درست کرده، بریم. بس این... ولش کنم، لطفا بفرمایید. کجا آقا؟ داشتم با شما صحبت میکردم آقا. عجب آدم های بی تربیت و بی نزاکتی پیدا میشن. آقا ببخشید. سلام. سلام علیکم. دنبال ماشین میگشتی؟ ها؟ آره انگی کار خودت ماشین دارم. واقعا؟ آره آقا. شما تو کار ماشینی؟ بله. اگه میخوای عکسو شوهت نشون بدم ها؟ عکس داره؟ آره آقا، بفرمایش تو ماشین. فقط اونجا خرابه. بفرما آقا. آره آقا، بفرما. بشین. ببینم ایشو. شما چی؟ آقا کمک! آقا اگه عاقل باشی خلاص میشی میری، اما اگه بخوای دیوانه بازی نری یه مدل دیگه خلاصت میکنم. ولش کن ببینم چی میگه. کمک! ساکتش کنی ببینم بابا چقدر سر صدا میزنی. ببینم چی میگه. آقا به خدا اشتباه شد، به خدا اشتباه شده. من ببخشید، من ازتون معذرت میخوام. اگه تو صرفه بدی زدم، من گفتم خاک تو سرتون. نه، خاک تو سر خودم. من بدم کنیم بذاریم برم. ماشین شاسی بلند دوست داری؟ نه بابا، من باشه ماشین شاسی بلند. آتا بربانگشو بگی. آتا چی؟ نه آقا بابا اشتباه شده. من فقط 250 تومن جوش دارم. با همین کارت میزد من 250 تومن بیشتر ندارم. آقا بذاریم من برم. بذاریم من برم. رمزش هم بگی دیگه، عالیه. رمزش هم بگو. رمزشو باشه بایی فکر کنم. کامه آقا
آقا گوش کن، یه دقیقه گوش کن بذار ببین منم اگه حرفی دارم. من میگم مثلا شما فرض بکن من 250 میلیون تومان پول دارم، شما اومدی آبربانک، آبربانک روزی باش 3 تومن بیشتر نمیتونی این برام ورجا بجا کنی. مغز منو درد آوردی تو. انقدر نگرت میدونیم 3 تومن 3 تومن حسابت میگیریم کل حسابت خالی شه دیگه. نگرم میدونین؟ آقا 250 میلیون تومن پول من میگم روزی 250 یعنی 3 80 آقا 80 خورده روز میخوای منو نگر دارین؟ آقا من زن و بچه دارم چیکار میخواین با من بکنین آقا؟ آقا اصلا شما فکر اینجا شو کردین من خیلی میخورم، همین پول خورد و خوراکم میشه هزینه های منو من آدم دهنداری ام. نوش جونت، نوش جونت، با کارت خودت میکشیم و تمام. با کارت خودت آقا یه لحظه صبر کن، شما اصلا چرا اینقدر نفهمین؟ ببخشید منظورم اینه که چرا متوجه نمیشین ما میتونیم همین الان بریم داخل بانک، من هر چی که دارم حساب به حساب بکنم. تو هم گرفتی ما رو، ما مگه خولیم بریم تو بانک شناساییشین؟ خیلی خوب باشه آقا، شما چرا عصبانی میشه؟ باشه راست میگه، آره من فقط یه پیشنهاد دادم دیگه، میخواستم در راستان که این کار سریعتر انجام شه. مثل شما حرفه‌ای نیستم متاسفانه. آره. راست میگه، آره شناسایی میشین بعد میبرنتون زندان، اونجا دستگیر میشین و خیلی عذاب میکشین تا آخر عمر آب خنک. کل حسابش 438210 تومنه. ایول یارانه ها رو ریختن. اینم مغز نداره بدتر. سر کار گذاشتی؟ بگرد ببینم اون کارتی که پول توشه. بگرد بگرد بگرد. آقا من چه بهتون گفتم همه جای منو که گشتین دیگه بابا، من یه کارت بیشتر ندارم، همون یه کارتی بود که شما برداشتین. آقا به خدا بابا من هیچی ندارم، شما پاشین برین محله من تحقیق بکنین بگین اردشیر چالنگره میگن اما بدبخته. بابا من یه فنی سادم 250 میلیون تو اتالا از نزدیک ندیدم. به کادون زدین؟ آره آقا به کادون زدین، اصلا من خودم کادونم، یه کادون خالی از کاهم. آقا به خدا من حسابم خالیه، خودم خالیم، یه خالی بستم. من یه قپی اومدم گفتم میخوام برم یه ماشین اجاره بکنم که آبروم نره، وگرنه من اصلا 250 میلیون تومن پولم کجا بود؟ من عذرخواهی میکنم از شما دو بزرگوار، شما دو دزد عزیز، ببخشید وقتتون رو گرفتم. بذاریم از اولش هم میدونستم شما مال این حرفا نیستی، فقط منو از تو خط کشونی تا اینجا هیچی به هیچی. اینو ول کن بزنین بره بابا، هیچی نداره. فقط من از چند تا از سرویسم افتادم، اونجا کار میکردم بیشتر از حساب این مرتیکه بود. ولش کن بذار بریم دنبال کار زندگیمون بابا. یا برو بابا یه بری. چی ولش کنیم ما رو دیده؟ نه من اصلا قیافتون یادم رفته. مثل اینکه خیلی تو جوی ها، تا حالا دیدیم آدم بکشیم؟ قیافتون یادم رفته. خواهی همین حساب خالی کنیم، پول چایی، قلیونی، نهاری. دلت میاد؟ ولش کن بابا، این همه بدبختره، ولش کنیم بذاریم بره بابا. بیا بالا بره، بیا بالا. این بدتر از ما کارت خواهه. بیا بالا بریم بابا، بیا. عاقبت چه نسیه فروش دوزاریه مثل خودم. خیلی تنگ اینجا نیست. برو را بیا. شما چلا بشین. آقا بشین. بله اومد. چه قشنگ با این طرفی اگه بخوای ما رو بری دست مأمور. گرفتی یا نه؟ آره آقا گرفتم، گرفتم. اصلا ببین من اصلا از اون آدم باشی اینقدر گرفتارم بدبختم وقت نمی کنم برام. شما شب قشنگ با خیال آسوده بخواب. یه بارو یه بارو بینم اون بغل واسه چشت هم میمندی تا ده میشوری تا ما بریم. بله چشش. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده. شما که هنوز اینجا این که اینجوری تا ده میشماری قشنگ و آروم میشماری تا ما بریم. برگرد بشم. بله آروم آروم میشمارم. بله چشم یواش میشمارم. بپم والا بجم. دو سه دوباره چار پنج شیش هفت هشت نو دا بنگو فنگو بنگو فنگی روزگار، بنگو فنگو بنگو فنگی روزگار. انوش این شیطان نیما به کی رفته؟ معلومه دیگه بابا کافه. تو بچگی بابا کافه کجا یادته؟ بابا که وضعیتش اینه وای وای بچگیش. چه حرفا میزنی؟
نیما چه شده؟ دو ساعت شما رفتین من دیوونه کرد. ببخشید. نیما سلام، چه پسر خوبی ببینمت. تو اینجا رو به هم ریختی؟ آره کار توه. تو که پسر خیلی خوبی بودی. چرا شیطونی میکنی؟ ها؟ بخند. آفرین. بفرم آقا فید. این چیه دیگه؟ چرا اینجوری میکنی؟ سلا سرده؟ نه بابا، داشتم یه چیزی رو باش باز میکردم، پیشگوشی برای باز کردنه دیگه. خب آقای تاجر مخفی خانوادی محترم چالنگری، میبینه این روزا تو رفت اومدی ها؟ آره؟ واسه همه ننه به ما میرسی میشه زن بابا؟ نه آخه فریدون جون، بیزینس سر آدمو شلوغ میکنه، ایشون هم که حالش خوب نیست، یه چند وقتی مشکوک میزنه اصلا. خب چی شد؟ بفرما آقای نیکوکار. اینم همون پولیه که بابت کمک به سرطان نگرفتم بهم داده بودی. نگاه کن با این میشه 10 تا سرطان رو دوا درمون کرد. دست درد خاله معلومه دیگه، کسی که تو بیزینسه اینا برایش پول خورده. ببینم که باز دوره روبای مکار و گربه نره خوردیم، به پست هم دور گرفتیم. دور چیه؟ فریدون جون داشتن کارتای داشتن کارتای عروسی رو پخش میکردن، ما هم داشتیم از اینجا رد میشدیم، دکه تو بازه، گفتیم کارت عروسی تو هم بدیم. آخه خیر سرت دلت نخواد، من و تو متاسفانه فامیلیم دیگه. آره نمیدونستم که با جناقم فامیل حساب میشه. خب همون چون که فامیل نمیشه، من رفیق قدیمی و هم خدمتیمو به تو ترجیح میدم. بیا باجو، بیا بیا این کارت عروسی تشریف بیاری در خدمت بشی. شام هم میدن ها. دست شما درد نکنه. راستی بدیم مبارک عبارت تو نمیدم توتیای چشم و به چشم سوگند. آره قبار راه و اینا. نه بیا عزیزم، اینم خدمت شما. مبارکه، ایشالله به پای هم پیر شن. به به، چقدر قشنگ، چقدر قشنگ، آفرین. اون موقع به من تیکه میندازی؟ این کارت عروسیه؟ فریدون جون زبونشون یه خورده تلخه و یعنی توی دلشون هیچی نیست، پاک پاک اینجوریه. اون موقع تو تو دلشو دیدی؟ باش زندگی کردم، رفیقمه، مخلص رفیق فاب نوکرتا. حالا بینه هردشی این ماشینی که میخوای بیاری چی هست؟ ببینم شاسیش بلنده؟ نه جور تو جدی میگم، موتور چنده؟ 1600 نه؟ آره؟ شانم پایین تر. خب چیه؟ توربو دوقلو 2018 کروز کنترل کول باکس 0-4-8 21 ایربگ داره، 4 تا گرم 4 تا هم سرد. زیر پا بیل بیلسون بوده. بدم خدمتتون. بیل بیلسون کیه؟ بازیکن بارسلونا هیچ. میرفته باش نیو کمپ، اونجا گل میزده. مردش خیلی بی‌تربیتی. بهش گفتی چجوری بهت گل میزد تو نیو کمپ؟ اون بغاش بخوره تو اون سرت. ای بابا. آدم نمیشی تو. بیا ببین چجوری بهت گل میزد. ولش کن. ازش بپرس بیل بیلسونو. یه روش خیلی خوبی داره. خدافظ. شد شما واقعا مال من بودین ها؟ چی میشد؟ اردشیر سلام. سلام آقا چون. بفرما آقا چون. بشو اومدم سه تو مطلب رو بهت بگم و برم. بگی بشو.
نشستم آقا جو. خیلی خوب. اولش میدونی که سلیمون داره میاد عروسی. بله. تو که میدونی من با باباش خیلی دوست بودم. اینه برادرم بود. بله. خدا رحمتش کنه. نقشزن قابلی بود. این خوده. آره. دیگه کاری که بلدی. چیکار داری میکنی؟ هیچ، ببخشید یکم گلنج کردم. سلیمون اصلا برای چی داره میاد؟ ببین سلیمون اینه برادرت بوده. آره خب. ولی من نمیدونم بین شما چی گذشته که نخواستی باهاش شریک بشی. داشتو ببین. چه جور باهاش صمیمیه؟ هنوزم باهاش رفت و اومد داره. آره. حالا که داره میاد تا دلم میخواد یه دستی به سر گوشت بکشی از این وضع در بیای. من که خیلی شبیه خودتونم آقا. یکی از این ماشیناتم بندازی رو پاد. تو فکر نکنی که تو آدم نشدی، هیچی نشدی، بلکه فکر کنه هیچی شدی. داشت یه کلید پسندیده. چقدر خوب. 91% هم احتمال شیرینی خوردن داره. چقدر درصد بالا. بعدم دلم میخواد که تمام کدورتات بریزی دور، مثل بچه آدم بگیری بشین بگی خورجینش کجاست، بعد اون سهم باغم بهش بدی. حال اون پولی بود که دادم به تو. بله. اون سال نصفشم به اون ندادم. بله. شما دمتون گرم، لطف کردی آقا جون. پس بهش بگو خورجینش کجاست، بسه که یادگاری زنشه، با دستش نشسته بافته. خسته نباشه، واقعا خیلی زحمت کشید، خدا رحمتش کنه. سته، باید برم. خدا قربونت آقا جون. ای بابا چه کار داری میکنی؟ همه شکستی. ببخشید غلط کردم آقا جون. میدونی این شما سه تا موضوع میخواستی بگیدی که دوتا گفتی. سه تا من گفتم. سه تا چند تا؟ سه تا دیگه. آها فهمیدم. ببین ما یه خانواده بزرگیم، درسته؟ خیلی بزرگ. خیلی زشته که دونه دونه کادو بگیریم ببریم برای گلبرگ. بگیم بفرما سر جلسه شام میگیم که یه کادو بزرگ بگیریم. چه کار داری میکنی تو؟ حواست به منه؟ آره ببخشید آقا جون، این پیچه افتاده بود، من گفتم یهو نرسید به کفشت. مثلا ولش کن با. ببین تلفن میزنی؟ دعوتمون میکنی؟ میام خونه تو، همه کدورتا رو میریزیم دور. تلفن بزنم؟ خب الان میگه. خیلی خب باشه، سه تا موضوع بود، سه تا رو هم گفتین. نتیجه این که پس فردا منتظر شماییم. چرا پس فردا؟ نه پس فردا، منظورم میگه پس فردا ما منتظر شما، یعنی پس فردا. پس فردا ما... همون فردا ما منتظریم. ای باز کن درو. پای منو میذاری لای در؟ ببخشید آقا جان. وای کاوه بیا، حالش بد شد دوباره. خدا به دادمون برسه. چی شده باز؟ چی شده به منی؟ چی شده؟ چی شده آبجی؟ چطور شده؟ وای. چه اتفاقی افتاده؟ دندونای من نیست. کجا؟ کار وروجت اینه. وای از کجا معلوم آخه؟ نگاه کن بابا، نگاه کن. عجب ماشینیه. یکی از آخرین ماشینای شاسی بلند همه که میخوام بفروشمش. تازه خریدم اما خب دیگه ما کار خرید و فروش ما اینا ازش اومدم خدافظی کنم. ولی اگه این خونم با این موتور بفروشی میتونی یه وانت 2017 اونم از نوع داخلش بگیری، بخشم بدی رهن یه خونه 5 متری. تموم شد نوا؟ آخه تو هم توی این هیریویری وقت گیر آوردی، آبرو حیثیتمون رفته، تو داری نبض منو میگیری. مامان جان فردا مانوره، اگه خراب کنم تیمم و خودم آبرومون میره. حداقل شما همکاری کن یکیمون دیگه رو سفید بشه. آره بابا راست میگم، من که با دروغ هم همتون رو سیاه کردم بابا. ببخشید، حداقل خودتون یه کاری کنین که رو سفید بمونه. بیا، همینو میخواستی؟ خیالت راحت شد؟ ای بابا، من که اصلا حرفی نزدم بابا. اردشیر بابا. جان بابا ببخشید، بابا من اصلا منظوری نداشتم،
اصلا نمیتونم چرا یه همچین حرفی زدم. آقا این حرفا چیه بابا چون ناراحت نشدم. حق داری بابا، همه تون حق داری. بیشتر از هم همون نقمه بند خدا حق داره این همه مدت پای من سوخته و ساخت. این چیه بابا، یه وقتا یه چیزی میترسی بعد ناچار میشه دروغ بگی، بعد روزی خودت رو صد دفعه لعن و نفرین میکنی که واسه چی راستشو نگفتم، واسه چی راستشو نگفتم. الان هم حکایت منم، روزی صد دفعه میشینم نقشه میریزم، تر میریزم، دروغ رو دقل میکنم تا از اون بحرانی که توش افتادم در بیام برم بیرون، بعد بیافتم توی بحران دیگه. انقدر دروغ گفتم دماغم شده این پینوکیو. نه بابا این چه حرفیه میزنی؟ چرا دیگه بابا تو چرا ناکن بلنده دیگه، دراز شده دیگه. امروز سر همین دروغه نزدیک بود جونم رو بسارم. سه تا این زورگیرا خفتم کرده بودن، بیچارا فکر میگردن تو کارتم پوله بابا چون بدبخت ها بنده های خدا به کارتون زده بودن. بابا طوریتون که نشد کشتنم. میبینی که بابا سرم رو گندم. پولاتون رو بردن؟ هر یکی دو میلیاردی رو برداشتم. آخه بابا جان من پول دارم ببرم. شکایت که کردی؟ نفهمیدم اصلا چی شد، نمیدونم ماشینشون چی بود، پلاکش چی بود، اصلا خیلی یهویی شد. فقط میدونم یکیشون خیلی چاق بود، این سه تا کله پوک بودن دیگه بابا. الان برم شکایت چی بکنم؟ بگم منو کردن تو اون ماشین، نه پولمو بردن نه کتکی زدن، چی به میخندن بابا؟ جان میگم بعض وقتا همین نداری خوبه ها. ببخشید بابا، حسرت همه چی به دلتون گذاشتم. بابا این چه حرفیه میزنی؟ ما که چیزی نخواستیم، من فقط از این ناراحتم که خودم نتونستم بهت کمک کنم. راستی این آقای عاملی چی شد؟ عاملی با خفت و خواهیم ماشین پرتم کرد. تازه به دوران رسیده، بذار برم یه زنگ بهش بزنم. بابا جان کجا میخوایی بریم؟ طلبکارشون که نیستیم که، ماشین خودش دلش نخواست. چرا ساکتی مادر جون؟ نیما قربونت برم، بگو دندونای عمه رو کجا گذاشتی؟ ببین نیما جون، اگه تو جای دندونای عمه رو به ما بگی برات همبرگر مخصوص میخرم با پنیر اضافه، چطوره؟ این مثلا داری بهش حال میدی؟ این دوستی یا دشمنیه؟ وقتی بهت میگم تو بلد نیستی بچه تربیت بکنی به تیرش قبات بر میخوره. آخه من 10 بار تلویزیون نگفته فست فود به بچه تو ندید بخوره، اون وقت تو جایزه فست فود براش میذاری؟ پدر جان اگه روش بهتری بلدین بفرمایید. غیر خبر کنار. ببین بچه نگاه چشم من بکن، بلند میشی همین الان فلفور میری دندون خواهر من هر جا قایم کردی ور میداری میاری، ولی میبرم خونمون، میبندمت به درخت زردالمون. کافی پدر جان، من فکر میکنم این شیوه شما خیلی رو نسل جدید جواب نمیده ها. شما دخالت نکن. ببین بچه اگه نیاری آویزونت میکنم به درخت، نه از آب خبری نه از نون. کجاست؟ کاوه تو رو خداه. پدر جان خواهش میکنم، نیما جون لطفا دستاتو بیار پایین. ببین اگه به ما قول بدی که جای دندون عمه رو نشون بدی، منم بهت قول میدم که دیگه زن نمیگیرم. باشه؟ قول قول بگو دیگه بچه. وای نگاه کن آفاریوم میبینه دندونم رو شکونده. من فقط موندم که این بچه کی و کجا و چجوری این همه کار رو انجام داده. ببین خانم، شما از من نشستی پای تلویزیون سریال دیدی، اگه دوزم بیاد بره شما اصلا حواست نیست. ای خدا، حالا موندم فقط چه گلی به سرم برسه. میگم این دلجویی پدر و دختر چقدر طولانی شد، شام نمیخورین؟ برو بابا، برو ما الان میایم بابا. بله. نوید بابا. بله.
بیا بیا بابا بیا تو هم بیا نفا بگم هیچ وقت هیچ وقت هرگز تو زندگیتون من و الگو خودتون نکن. من زندگیم پر از غلط بود، یه دیکته بودم که نمرش صفر بود، صفر. یه جوری زندگی بکنین که اصلا مجبور نشین دروغ بگیم، مخصوصا با تو بابا. تو که میخوایی سیاسی بشی این تو گوشت باشه دروغ نکن. یه سیاسی هیچ وقت به مردمش نباید دروغ بگیم. راهی که من رفتم ته نداره، یعنی ته داره آقا، یه جورایی تش دیوار. پس یادتون باشه هیچ وقت تو کوچه بن‌بست نره، هیچ وقت. من الان چجور بر بزنم دهنم؟ سر سفره عقدم بر لارمونی بگیرم. انوش من نمیدونم، این چیزا سرم نمیشه. فردا میای از سفرش میدی تا با اون بچه تربیت کردنت. باشه چشم، فقط عمه خانم من خیلی آمار فک و دهن شما رو ندارم، یعنی نمیدونم چه سایزی باید بگیرم که مناسب باشه. نمیخواد همینو نشونش بدی، اندازه همین. مراقب باش ستی کسان. همینه میخواستی؟ خیلی پول در میاریم، حالا باید خسارت دندونه همه خانومم هم بدیم. خدایا با امیدت تو. بعضی ها چک تاریخ شب اول قبل میدن، ولی خودشون تو کار ماشین های لوکس هن و نم پس نمیدن. آزم تو؟ ببینم تو خبر خونه من از کجا به دست میاری؟ نکنه شنودی چیزی کار گذاشتی ها؟ نه عزیزم، محله کوچیکه، خبرها زود میپیچه. میپیچه؟ بله. مرد حسابی، تو که انقدر وضع توپه، واسه چی این چک منو پاس نمیکنی؟ من توپم؟ بله من توپم. من کجام توپه؟ کی گفته من توپم؟ همه اهل محل میدونن که اردشیر چالنگری تاجر ماشینای لوکسه. خب بی وجدان، تو که این کاره ای میگفتی منم این کارت ملیمو خیلی سوسکی میدادم بهت، یه ماشینم به اسم من وارد میکردی، چی میشد؟ دوزارم گیر ما میومد. آقای سوسک، اشتباه به عرضتون رسوندم. بله اینجوریه؟ آره. ببین تو یا منو نمیشناسی یا دل شیر داری. باز این بازی آره کسیفو با من شروع نکن. ببین یعنی من پام بزم این درسه خونتو رو میریزم. ببین گفته باشم دیگه، حالا میگی نه. ببین ببین یعنی از الان خودتو مرده بدون. بفرما، همینو میخواستی؟ یه میلیون تومن هزینه کردم واسه یه جفت دندون چینی، حالا ما یه کار کنیم، تو به ما ضرر بزن. بی خودم من اینجور نگاه نکن، بی تربیت. مستقیم آره دیگه، تو با این اوصاف که دیگه هنوزم مفلسی دیگه. آره چیکار میشه کرد؟ نکن آقا نکن، مال مشتریه. چشم ببخشید. دوشه باد میگیری؟ حالا دیگه ببینم کار میکنه یا نه. میگم چه گلی میخوای به سرت بگیری؟ مؤدب باش، بزرگتری گفتن کوچیکتری گفتن گل بگیری. خب بدبختی بدبختیه دیگه عزیزم، کوچیکتر بزرگتر بر نمیداره که. بدبخت شدی رفت پی کارش، چارش هم فقط گل، ردخور نداره. میگن آقای بزرگتر، حالا از کجا میخوای ماشین جور کنی؟ همین دیگه، همین. واقعا موندم چه گلی به این سر بدبختم ببالم. مؤدب باش. گل چیه؟ گل بگیر، گلاب بگیر.
مسخره میکنی؟ نه آخه من دیدم وقتی من گفتم گل بگیر بهت برخورد، بعد خودت گفتی میخوام گل بگیرم، بعد من گفتم مثلا جنسشو عوض کنم اگه متریالش عوض بشه خوشت میاد. آقا به تو چه؟ این سر خودمه، دوست دارم یه روز گل بگیرم، یه روز گل و گلاب بگیرم، حنا و عناب بگیرم. خیلی خوب باشه عزیزم، اما شما مؤدب باش. چشم آقای بزرگتر، چشم، من مؤدبم، چشم. ولی میگم حالا میشه لابلای این گل گرفتنا و گل گرفتنا به کله محترمت یه لطفی بکنی، یه گلی هم به سر ما بزنی؟ تو چرا عادت داری وسیله ور میداری میبینی سر جاش میبره؟ ببخشید ها، میشه یه ساعت حرف زدی که تش میخواستی واسه کله فرفری خودت یه کلا بدو زیاره؟ قربون آدم چیز فهم، اینقدر خوشم میاد از اینایی که خودشون روشنن، اصلا نیازی به روشن کردن ندارن. اینو بگیر. آه یه کار میکنیم، تو این وصلت ما رو جوش بده، منم ماشین تو رو جور میکنم، خوبه؟ واقعا؟ واقعا؟ نمیدید که این واقعا میتونی این کار رو بکنی؟ آشنا داری؟ آشنا دارم، چه آشنایی؟ اینو بگیر. ببین یادت اون روز اولی که اومدم در خونتون یه پراید صفر زیر پام بود خوشگل؟ آره آره یادم. آها، بعد شما لطف کردی باعث شدی که از زیر پام بکشنش بیرون؟ خیلی خوب، آره یادم. ببین من میتونم از همون آدم واسه یه ماشین جور کنم، منتها این چک میگیره، اعصاب مصاب هم نداره، یعنی اگه چک تقب بیفته اولا که میزنه لیت میکنه، بعد ماشین رو ازت میگیره، بعد واسه هر روز دیر کردم ازت اسکونت میگیره. آفه چقدر قشنگ گفتی. نوکرتم. ببین من که میخواستم کمکت کنم، برو هر گلی که میخوای به سرت بگیر، انقدر بدم میاد از دنگ و فنگ، دنگ و فنگ، دنگ و فنگ روز کن. خیلی موفق گرفتید. مرسی. ایوا ببخشید. نوا خانم حواستون کجاست؟ چی بابا، زن هم درگیره، مشغوله. آخه میگم جسارتاً اتفاق خاصی افتاده؟ نه بابا، اصلا چیز خاصی نیست. خب بابا چیزی هست به من بگید، من هر کاری از دستم بر بده انجام میدم براتون. نه بابا گفتم که اصلا چیز مهمی نیست. راست میگه نجمه خانم، اصلا چیز خاصی نیست. آخه ایشون نه اینکه خودشون خواستن، شغل پدرشون هم خواسته، این مسائل پیش پا افتاده اصلا براشون مسئله خاصی نیست. منظورت چیه پروین؟ من منظور خاصی نداشتم، فقط نمیدونم چرا یه اون ما فکر میکردیم شما و خانواده‌ت نون ندارین بخورین، آه ندارین با ناله سودا کنین. امین بس کن، این حرفا چیه داری میزنی؟ من بس کنم؟ تو بس کن. مثلا من تو رفیق جینگ هم دیگه ایم، بعد من باید از دهن اینو بشنوم که پدرت وارد کننده ماشینای لوکسه، دستت درد نکنه. چی فکر کردی؟ فکر کردی اگه من بفهمم شغل پدرتو چش میزنم؟ برو بابا اصلا همتون بری. ای بابا از دست تو پروین. نوا خانم چند لحظه بیان، شما چند لحظه بیان. میگم نوا خانم قضیه چیه؟ مشکلی هست به من بگین، تو رو خدا رو رفاقت من حساب کنی. نه بابا اصلا چیز خاصی نیست، این پروین علکی شلوغش کرده. چیز خاصی نیست، انقدر هوش و حواستون پریده. جون نجمه من بگین دیگه، دلم میخواد برای شما یه کاری انجام بدم. نوا خانم، نجمه جان شما الان انقدر اصرار میکنی، اگه بگم مشکل شغل پدرمه شما کاری از دستت برمیاد؟ من؟ نه. پس چرا الان انقدر داری اصرار میکنی؟ ولی بابا میتونه کمکتون کنه. چطوری؟ آخه یه جورایی بابای شما هم شغل بابای منه. آها بابای تو هم تاسیساتیه؟ تاسیسات؟ نه بابای من نمایشگاه ماشینای مدل بالا و لوکس داره. واقعا؟ بله. میگم که نجمه جون اگه من ازت یه چیزی بخوام قول میدی که فقط بین خودمون بمونه؟ به جون بابام به هیچکی نمیگم، شما من بگی مشکلتون رو. یه لحظه تشریف میارید. برو برو بازی کن با بچه. خانم من واقعا نمیدونم دیگه بعد چی کار کنم، یعنی یه جوری کلافم کرده دیگه، نمیدونم چه برخوردی باید باش داشته باشم، به نظرتون چی کار کنم؟ اتفاقا نیما خیلی پسر باهوشیه، البته به همون اندازم کنجکاوه. راستش اون روز من میخواستم یه چیزی بهتون بگم، متارون نشد. چی بگین؟ خب حالا خودم با نیما صحبت میکنم. میدونین اصولا نیما غیر از شما هیچ کسی دیگه حرف شنوی نداره.
ببخشید من خیلی کنجکاو شدم که بدونم شما دقیقاً در مورد نیما چی می‌خواید به من بگین؟ ببخشید. نیما؟ 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 نیما جان؟ آروم عزیزم بشین بشین. بفرمایید. این چه کاری آخه بچه بزنمش؟ نیما این چه کاری میکنی؟ خجالت بکشی که واسه شلوغ میکنی تو انقدر؟ انوش ندیدی چیکار کرد؟ گوشم داشت گرم میشد، داشتم سکته میکردم. چه خبرت ویروس؟ تو هم زود آمپر میچسبونی یا؟ من نمیفهمم این بچه است؟ این چی آخه؟ این کارا چیه؟ بچه است، بچه بچه منه، نوه منه. ای خودت همش بهونه میدی دست این بچه آقا فیروز دیگه. هی این تام و جری داری با این بچه بازی میکنی. نعیم خانم من چیکار به کار این بچه دارم؟ این بزمچه میاد با من شوخی میکنه. با درست صحبت کن، مؤدب باش. اصلا تا دیدی چرا فقط این بچه به تو گیر میده؟ اینقدر که شر بشن این بچه جنبون بسته میذاری. بفرما حالا بدکارم شدیم ما دیگه. مادر جون از قدیم گفتن نکن با کودکان بازی که حرمت را براندازی. حالا میشه لطفا این بحثا رو تموم کنین پیاده شین؟ مادر جون بریم پیاده شین. بیا پایین ببینم دیگه اذیت نکنیم با جون. دیگه